منصوریان تو کل زندگیش تو آزادی تشویق شده، اما حالا سرنوشتش به جای تهران به سیرجان و جم گره خورده. استقلال قدر 4 بازی پیاپی تو تهران رو ندونست و حالا 2 بازی واسه نجات فرصت داره که هر 2 کیلومترها دور از تهران برگزار میشن. شکست گلگوهر تو سیرجان قدم اول برای نجات منصوریان بود. تیمی که تو ورزشگاه آزادی رکورد گل نزدن داشت حالا مجبور بود رو چمن مصنوعی سیرجان گل بزنه. نکته امیدوار کننده حضور وینگر و نیمکت حریف بود. مربی که در ازای یک بردش 6 بار به استقلال باخته. فروش بلیت تو سیرجان از بازار سیاه به بلیت‌های تقلبی رسیده. کپی‌های رنگی که هر کدوم 100,000 تومان به طرفدارای استقلال و گلگهر فروخته میشد. مال کی بود این پایینیه؟ مال من. چند گرفتی؟ 100,000 تومان. این من صبح گرفتی چند؟ 5,000. هیچکس از سرنوشت دقیق بلیط‌های اصلی و راه پیدا کردنش به بازار سیاه خبر نداشت. 879 879 879. الا ماشاءالله از اینا چاپ شده. حدود 2400-500 تا امروز صبح بلیط فروخته شد. به هر حال قبول داریم بازار سیاه هم بود، ولی برخورد شد. 2-3 نفر رو دستگیر کرده نیروی انتظامی و باشون 100% برخورد میکنه. حالا دوستانی هم که حالا شما شاید باشون مصاحبه کرده باشید، خودشون هم برای یه ذره زرنگ باشد دیگه، بلیط فوتوکوپی خریدن و که هولوگرام نداشته و اینا، بالاخره خودش دیگه جای سوال داره که چرا اصلا همچین بلیط رو خریدن. در 2 محل، در محل هیئت فوتبال استادیوم ورزشی تختی و مجموعه ورزشی شماره 2 گلوگهر جا طبیعی کرده بودیم که برای حضور خرید بلیط باشه برای تماشاچیان، که این اقدام هم انجام شد. ولی متاسفانه تعداد بلیط کم بود و ظرفیت ورزشگاه هم بخاطری بود که نمیشد بیشتر از این بلیط فروشی کنیم. ورزشگاه کوچیک گلگهر خیلی زود از تماشاگر پر شد. منصوریان تو این بازی ترکیب تیمش رو جوان‌تر از همه بازی‌های لیگ برتری کرد و ستاره‌های با تجربه‌اش از روی نیمکت بازی رو نگاه می‌کرد. در نبود منتظری چشمی دفاع وسط استقلال بود. بازیکنی که به عنوان دفاع وسط به تیم ملی دعوت شد و هافبک بازی کرد، به عنوان هافبک تو لیست استقلال قرار گرفت و حالا مجبور بود در پست دفاع بازی کنه. مردم تو هر شرایطی میخواستن تیم محبوبشون رو از نزدیک ببینن. خود فرشیده باقری یه حرکت خطرناک از این بازیکن توپ رو به خوبی میگیرم. بازیکن گلگهر 3 در مقابل 4. اجر یه پاس خوب برای غلامی وارد محوطه جریمه هم میشه. محمد غلامی چشمی در مقابلش، غلامی از چشمی عبور میکنه، ضربه رو هم میزنه که توپش به شکلی خطرناک از دهانه دروازه رحمتی عبور میکنه، از اون سمت به بیرون میره. خاطر بازی رو باز هم عوض میکنه بازیکن. استقلال کم موقعیت داره و راحت هم از دستشون میده. فرصت خوب برای بازیکن استقلال در اون محوطه جریمه. قربانی یه دور میزنه، علی قربانی ضربه‌شو هم میزنه که توپش با اختلاف از بالای دروازه به بیرون میره. یکی دو فرصت خوب گلزنی رو سفیدپوشان استقلال از دست دادن و یکی دو فرصت هم بازیکنان گلگهر داشتن. این ضربه تماشایی از امید نورافکن. میتوش از سر گذاشت سهرابیان، حرکت خوب از شه سواری از سمت راست حرکتی رو آغاز کرده. شه سواری وارد محوطه جریمه هم میشه، شه سواری ضربه‌شو هم میزنه که توپش به شکل خطرناک از کنار دروازه استقلال به بیرون میره. بازم هافبک های استقلال بودن که به جای مهاجماشون گل زدن. استقلال قائدی از بین دو بازیکن عبور میکنه، خود قائدی ضربه‌شو هم میزنه، دفع ناقص از شهداد نژاد توی دروازه، گل برای استقلال تهران. بالاخره دروازه دو تا بازیکن تاثیرگذار رو گل استقلال میانگین سنیشون 19 ساله. خیلی قائدی ببینیم با هم خوب زد. مهدی قائدی دفع ناقص از شهداد نژاد، تکل
پرتو هم فایده نداشت و نورافکن دروازه گلگهر سیرجان رو باز کرد. حسن زاده یه بازیکن از استقلال نقش بر زمین شده، بازی رو دنبال میکنن بازیکنان گلگهر، نامور ارسال بلند به روی دروازه، فرصت خوب برای بازیکنان گلگهر سیرجان. پنالتی گیر سابق استقلال حالا فقط پنالتی میده. سفت یه ضربه خوب از بازیکنان گلگهر درون محوطه جریمه و پنالتی. برخورد ما هم داشتیم و به نظر خودم 100% پنالتی بود. محمد غلامی لیگ یک هم بازی کنه، بازم یه فرصت واسه گلزنی به استقلال پیدا میکنه. توی دروازه گل برای گلگهر سیرجان، محمد غلامی. لطف خدا بود، زحمات بچه‌ها بود، تونستم به گلزنی برسم، ولی متاسفانه حیف شد بازی رو نبردیم. خیلی دوست داشتم این بازی رو می‌بردیم ولی متاسفانه نتونستیم. رحمتی هر شش پنالتی آخری که تو جریان بازی بهش زدن و گل خورده. اگه کسی واسه گل کردن سانترای خسرو نباشه خودشون گل میشن. بیرون میاد شهداد نژاد و گل. چه اشتباهی کرد آرمان شهداد نژاد. گلر گلگهر نیمکت استقلال واسه منصوریان حفظ کرد. 100% خطا بود. آقای قربانی فکر کنم مهاجمشون بود، خودش هم موقعی که توپ رفت تو گل گفت که اصلا من 100% منو زد، اگه این صحنه خطا نباشه من دیگه فوتبال بازی نمیکنم. خود علی قربانی گفت رو خطا کرد. 100% خودش گفت آخه زدمت، من رفتم توپو بگیرم، بازیکن اومده منو میزنه، اصلا کاری به توپ نداره، منو میزنه، توپ از من رفت تو گل دیگه. بهش با زرگرم میگم آقای زرگر خطا بود، میگه نه اصلا نخورد. مقصر بود یا خیر ببینیم با هم. خطا یه جورایی به نظر میرسید بر روی آرمان شهداد نژاد و حق داره که اینجوری اعتراض کنه. بعد ببینیم. شانس قهرمانی جام حذفی با یه ترکیب جوان‌تر از همیشه امید تو روزهای سخت استقلال زنده نگه داشت، به خصوص که خیلی از رقبای اصلی حذف شدن و منصوریان و تیمش میتونن با مسیری ساده‌تر از لیگ یکی از دو جام فصل رو به دست بیارن. فعلا مرحله اول التیماتوم به خیر گذشت و منصوریان ترکیب برندش رو پیدا کرد. اون باید از حالا منتظر یه بازی سخت تو شهر جم باشه، جایی که بین پرواز و صعود فقط 90 دقیقه فاصله است. گل زدن من اصلا مهم نبود، فقط خدا رو شکر میکنیم که تونستیم این بازی رو با پیروزی پشت سر بذاریم و به فکر بازی تو لیگ برترمون باشیم. فرق نمیکنه حالا هر کی زده باشه، مهم اینه که استقلال گل زده. حالا علی قربانی با دروازه‌بان خوردن و هم فکر کنم از بینشون رفت تو گل، ولی فرقی نمیکنه، خدا رو شکر که تونستیم بازی رو ببریم. این برده خیلی احتیاج داشتیم، خیلی خیلی زیر فشار بودیم، هم بازیکن‌ها هم مربیمون که واقعا علی آقا دل صافی داره، همه کمک کردیم که بالاخره هم خودمون از زیر فشار در بیام هم علی آقا.